بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما راجع به دلائل، روایات، شواهد وجود و بله تولد و وجود آقا امام زمان علیه السلام، و گفتیم روایات از استفاضه و تواتر گذشته. تا اینجا ما چند تا روایت نقل کردیم؟ نه. این نهمیه یا دهمیه؟ بله. اما روایت نهمی که روایت ابوالادیان بود، ما قسمتی از این روایت را در جلسه قبل خواندیم و الان تتمه روایت را خواهیم خواند ان شاء الله. و این روایت اشاره به این دارد که خود ابوالادیان و جمع مشیعین، تشییع کنندگان، تماما وجود مقدس امام زمان را دیدند که بر پیکر شریف امام عسکری نماز میت خواندند. خب روایت به اینجا منتهی شد. نرسیدیم آدرس کمال الدین. حالا ما این مرحله فعلا بحث مرحله اول متن، قرائت متن، روال و روش اینه. مرحله اول متن را میخوانیم، مرحله دوم منابع و مدارک و مصادر روایت، و مرحله سوم نیاز باشد بررسی سندی. خب در این مرحله روایت ابوالادیان این بود که امام نامه، یعنی نامه رسان امام بود و حضرت عسکری ایشون رو برای مدائن فرستاد و فرمود طول سفرت، رفت و برگشت 15 روزه، وقتی هم که میایی مشاهده خواهد کرد که من از دنیا رفتم. بعدم خب سوال کردم جانشین شما، امام بعد از شما، 3 علامت امام دادن. علامت اول این است که کسی که بر من نماز بخواند. واعیه، شیون و گریه. نه فهوا من، بله این علامت اول. بله علامت جانشین بعد. خب علامت دوم کسی که به تو بگوید که در همیون چی هست. علامت سوم جواب نامه را تو به طلبه. بله همیان. الان این چه تا علامت؟ میگفت آمدم و دیدم همینطوره، روز 15 برگشتم، صدای شیون و گریه بود، حال سطح شهر را حتی گرفته بود و امامم در حال غسل دادن حضرت بودند و غسل دادن حضرت را. با جعفر در اینجا نقش داشت، مردم به جعفر تبریک و تهنیت و تسلیت میگفت که برای من تازگی داشت که مثلا که امام این باشد. معلوم میشه که نعوذ بالله مسیر امام و امامت تغییر کرده. نماز که آمدن اعلام کردن که آقا بیاید نماز بخوانید، ایستاد ایشون که نماز بخواند، آقایان دیدیم که فاذا فتقدم الصبي، بله یه کودکی افتاد جلو و پیراهن جعفر را کشید که برو کنار یا عم، انا احق بالصلات، من باید بر این جنازه شریف نماز بخوانم. خب یکی، خب این اولین علامت. دومین علامت این بود که نماز که تمام شد رو کرد به من همون صبی و فرمود هات جوابات الکتب، پاسخ نامه هایی را که از مدائن آوردی به من تحویل بده. خب در اینجا میگه که ثم خرجت
بله میگه من گفتم برای این دوتا علامت. ثم خرجت الى جعفر ابن علی و هو یزفر. یزفر از دست این کودک و صبی به عجز و لابه و چه میگن به تنگ آمده و فریاد میکشید، مینالید از دست این کودک که چیزی براش نگذاشت، نداشت چیزی. الا ایه فقال له حاجز الوشا یا سیدی من الصبی لنقیم الحج علی. چی بود این کودک؟ تمام حجت براش تمام کنیم، کارشو براخره تمام کنیم. گفت والله ما رأیته قط ولا اعرفه. اگه یه حرف درست داده باشد همینه، چون ببینید در روایات امام علیه السلام می فرماید، امام عسکری، که ما این مولود را به هر کس ارائه نمی دیم. لولا کرامتک علی الله و علینا لما اریتک. اگر کرامتی نداشتی، یعنی خداوند عزوجل به هر کس این مولود مبارک را نشان نداد مگر اون افرادی که مورد عنایت خداوند عزوجل و مورد عنایت ائمه طاهرین و مورد عنایت امام عسکری علیه السلام باشد. در روایت این معنا هست و الا بر دیگران مخفی مانده و مخفی بوده. شما نگاه کنید این روایت را، ابا الله ان یکشف امره لواحد منهم. کسانی که دیگر اندیشن تو اون خطه، خداوند عز و جل ابا کرده است، محال است که به یکی از اینها نشان بدهد الا ان یتم منوعه. اما از این طرف شما روایات را ببینید که افرادی کی بودن؟ افرادی بودن که زمینه داشتن، از موالیان بودن، از ولایت مدارها بودن، از محبین بودن و گاهی هم حضرت علی علیه السلام تصریح می کند، می فرماید که انا لم نظهر. این حرف فرمایش آقا امام عسکریست در نامه‌ای که برای احمد ابن اسحاق قومی فرستادن. کمال الدین نگاه کنید جلده بله صفحه 433، امام طی نامه‌ای که برای ایشون می‌نویسد می فرماید که ولد لنا مولود، خداوند عزوجل به ما فرزندی داد، فلیکن عندک مستورا مخفی. استاد رشید، این نمازی که شما می‌خونید چطور مثلا با اون نماز بله اون یک موقعیت دیگری است. نه تا زمان، دقت کنید، تا زمان حیات امام عسکری عرض میکنم، تا از ولادت تا دوران حیات امام عسکری این دوران مخفی بود ولادت حضرت، مگر بر خلاص کسانی که زمین داشت. بله بله وقت شهادت امام بله همینطور همه دیدن. اینه میکنم خلاصه امام نامه‌ای برای ایشون می‌نویسه، برای قوم، ولد لنا مولود فلیکن عندک مستورا و عن جميع الناس مکتوما. ناس دیگر اندیشاره میگن، این ما با تتبع به این نقطه منتهی شدیم که غالبا ناس که میگن دیگر اندیشاست. فانا لم نظهر علیه الا الاقرب لقرابته. اون نزدیکان ما بله آشکار میکنیم، بیان میکنیم، نشان میدیم امام را به نزدیکان. چرا؟ به خاطر قرابتشون. والولی به دوستداران،
ولایت مداران. چرا؟ لولایتی. ما به اینها نشان میدیم و انشالله من این بحث خواهم کرد که جعفر لم یکن ولی آفری انه لیس من اهلک. بله، خلاصه امام فرمودن که ما نشان نمیدهیم مگر به اقرب به خاطر قرابتش و به ولی به خاطر ولایتش. و جالب این است که این نکته در احمد بن اسحاق بود، چون در تو بود احببنا اعلامک لی یسرک الله به، تا خداوند عز و جل تو را شاد کنه، خوشحال کند، مثل ما سرنا به، همونطوری که ما هم به سبب این ولادت خوشحال هستیم و مسرور هستیم. و من انشاءالله حالا یا در این جلسه یا در جلسه بعد راجع به جعفر مفصل به در حد حوصله بحث و درس مباحث و مطالبی رو خواهم عرض کرد و به این نتیجه خواهم رسید که جعفر بله لیس من الاولیاء بلکه من الاعداء. خب برگردم، جعفر برگشت گفت که والله ما رأیته قط. اگه یه حرف درست در عمر ایتاد جعفر هم ما رأیته قط. چرا؟ چون خداوند عز و جل امام رو به کی نشان میده در اون دوران؟ لأولیائه الولی لولایته. ولی نبود، دوست نبود. ولا اعرفه، نمیشناسم. بازم اگر یه حرف درست داده همینه، من مات ولم یعرف امام زمانی، مات میت جاهلیه. فنحن جلوس، اینا ابو الادیان باز میگه، نشسته بودیم عزای آقا، همه متأثر بودن، ناراحت بودیم، این اتفاق هم که افتاده جریان جعفر. اذ قدم نفر من قم، از خداوند عز و جل میخواهیم که این قم عزیز، این قم مقدس را تا قیام مهدی آل محمد حفظ کند. از هم ابتدا این قم رابطه تنگاتنگ با اهل بیت داشت و همون یه جمله امام در حق این مردم و کسانی که حامل این فکر هستن، چه تو قم باشن چه جای دیگه باشن، لولا القمیون لضاع الدین. الان دیگه در این بین ادهی از قم آمدن، فسألو عن الحسن ابن علی، از امام سؤال که سراغ گرفتن، فعرفو موته، برشون روشن شد که بالاخره آقا رهلت کردن. فقالو فمن نعزی، یعنی امام بعد ازشون کیه؟ فاشار الناس الى جعفر. الان میشه که یک چی میگن؟ برنامه حساب شما بارک الله از پیش تعیین شده است. آقا اشاره کن به کی؟ به جعفر. فاشار الناس الى جعفر ابن علی، سلموا علیه، اونم رفتن طبق معمول سلام کردن و عزوه و هنو تبریک و تسلیت گفتن. و قالوا ان معنا کتبا و مالا، یه مش نامه آوردیم، استفتاءات، یه مش هم وجوهات آوردیم. فتقول ممن الکتب و کم المال، ما حاضریم تقدیمت کنیم به یه شرط، بگید این نامه اصحاب نامه کی هستن، از کی نامه ها رو آوردیم و پولا چقدره. فقام ینفض اثوابه، جاپا شد و لباس خودشو میتکند و یقول تريدون منا ان نعلم الغیب، ها
آخه ما علم غیب بدونیم؟ علم غیب نمیدونیم. خب فخرج الخادم، در این بین از همین خانه‌ای که بله بدن شریف امام عسکری رو آورد بودن بیرون، یعنی خانه امام عسکری، خادم آمد بیرون، فقال معکم کتب فلان و فلان و فلان، این نامایی که از شما از فلان آغاست فلان محله قوم، از فلان آغاست فلان شهر فلان منطقه است، و همیان فیه 1000 دینار و 10 دنانیر، و یه همیون کیسه است درش چقدره؟ 1000 دیناره و 10 دینارش مطلی طلا نیست. چی میگن؟ آبکاری روکش. جزئیات ببینید. فدفعوا الیه الکتب، گفتن بفرما. والمال، پول و نامه ها رو دادن خدمت همین خادم. وقالوا الذي وجه بك لاخذ ذلك هو الامام، اونی که تو رو فرستاده که این نامه ها رو با این مواصفات بگیری او خودش امام. خب امام عسکری به ابوالادیان چه فرمودن؟ ویزگی بله، علامت سوم چیه؟ من اخبر بما فی الهمیان، این همین همیان بود، همیانی بود که از قم فرستاده بودن. خب در اینجا باخت خودشو کی؟ جعفر. دیگه ظاهرا زمینه مردمی نداره و برم از کی کمک بگیرم؟ از متوکل، از حکومت. فدخل جعفر علی المعتمد، خودش رفت پیش معتمد عباسی و کشف له ذلک، یه خرابکاری هم کرد، گزارش داد. اصلا حمله به خانه امام نتیجه گزارش همین بود. و کشف له ذلک، نمیدونی پولای نامه های از قوم آوردن و خادم آقا آمد و پولای نامه ها را رسوند به آقا. معتمد که خاطر جمع بود که قضیه با شهادت امام تمومه، دیگه در این خانه بسته شده. الله اکبر. فی بیوت اذن الله ان ترفع. معتمد کیه؟ مگه میتونم در این خانه ها رو ببندم؟ چراغ عمرشون خاموش میشه. فوجه المعتمد بخدمه، فرستاد نیروها و بالاخره خدامشو. فقبضوا علی ثقیل، سوال شما مادر امام رو گروگان گرفت و به عنوان بازداشت کرد. مادر امام زمان دیگه و همسر امام عسکری، خب چند تا اسم داشتن. خب اینا هست. خب بعد قبضوا على دستگیرش کردن. فطالبوها بالصبي، این کودک آمد آنجا نماز خوند و بعد این امور رو زد کنار و بعد من نامه های کجاست؟ فانکرته، اطلاعی ندارم، صبی پیش من نیست. ودعت حبلا بها، گفت تازه حاملم. ودعت حبلا بها، لابد یه توریهی بله کرده، لتغطی حال الصبي، شما بچه حاضر حامل هستم و برای چی؟ تا قضیه را بپوشونه. فسلمت الى ابن ابی شوارب، فورا او را تحویل قاضی دادن. ابن ابی شوارب، ابن ابی شوارب کیه؟ اگر محمد ابن عبدالملک اموی بصری باشد، این 150
متولد شده، 244 هم سال مرگشه. 244 یعنی 11 سال. این امویه، بصری اموی، خیلی تعریف ازش میکنم. ابن ابی شوارب، الامام، المحدث، الفقیه، کان من اجلت العلماء. این ذهبی میگه اون وقتی که نهى المتوکل عن الكلام في القرآن، متوکل گفت دیگه راجع به اصطلاح مخلوق بودن قرآن بحثی صحبتی نشه، چیکار کرد؟ اشخص الفقهاء والمحدثين. تعبیرش من یادم رفت، فراخوان میگن، فراخوان کرد علما و محدثین رو متوکل عباسی به سامر را. من هم ابن ابی شوارب کی؟ همین آقا. و امرهم ان یحدثوا و اجزل لهم الصلاه، پاکت های بله پول های کلانی به این و آز الصلاتین داد و برید حدیث بخوانید. خب این آقا نمیتونه باشه، اما پسری داشت قاضی بود به نام حسن، حسن ابن ابل شوارب. اینجا که ندارد، اینجا که ندارد محمد ابن عبدالملک، دارد ابن ابی شوارب. هر دو رو میگن، هم پدر رو میگن و هم پسر رو میگن. ابن ابی شوارب مراد پسرشه. ذهبی میگه وقتی که این پسره متولی قضا شد، پدره بر او ترسید، گفت یا حسن اعید وجهک الحسن من النار، ای چهره زیبای تو، چهره خوشیت رو میترسم که گرفتار آتش جهنم بشی. بعد میگه که ولی القضاء عد من ذریته، همین پدره عبد محمد ابن عبدالملک، میگه عده از فرزندانش و ذریهش و نسلش چی بودن؟ قاضی بودن. منهم ولده الحسن، پسره این آقا شد قاضی القضات، قاضی قضات المعتمد. خوب دقت کنید، دوران معتمد عباسی که دوران همین قضایای امام بود، این آقا چی بود؟ قاضی القضات بود. خب و سال مرگش هم 261 هجریه. میخوره به این تاریخ یا نمیخوره؟ 261 سال مرگ ای حسن ابن محمد ابن عبدالملک ابن ابل شوارب. پس اینجا دارد مادر امام را تحویل قاضی دادن ابن ابی شوارب، نیان اشغال کنن که ابن ابی شوارب 244 فوت شده. نه، اشغال بیجاست، منظور کیه؟ پسرشه. پسرش 261 یعنی بعد از این حوادث فوت شده، یعنی بوده در این قضایا، قاضی القضات بوده. خب مراجعه کن سیر اعلام النبلاء جلد 11، 25 جلدی البته، صفحه 104. پس ثقیل را تحویل ابن ابی شوارب قاضی دادند. تو این گیر و دار و چی میگن بالاخره بازرسی و تحقیق و کذا، بغتهم موت عبید الله ابن یحیی ابن خاقان. تو این گیر و دار خود حکومت گرفتار شد. به چی؟ به مرگ ابن خاقان. ابن خاقان کی بود؟ الوزیر، رکن حکومت جبار عباسی بود. خب ابن ابی خاقان عبید الله، این آقا الترکی البغدادی، اینا اصلا اتراک بودن، وزیر متوکل بود، بعدم وزیر معتمد شد، مشکلاتی برای پیش آمد کرد، مستعین او را به برقه تبعید کرد، بعد بله 5 سال ولایت به عهده گرفت،
بله 5 سال تبعید شد، بعد از اون دوباره برگشت و زر سند 56 ساله 256 56 و حوضی عند المتوکل 56 زر، نه 55 56 خب یعنی 56. بعد میگه که از طرف متوکل حاکم عرض یا عرض شد یکی از مناطق، کان واسع الحیله نفاع المعتز فلما ولی المعتمد، دوران معتمد او را احضارش کردن و بهش امکاناتی دادن، خلعتی بهش دادن. بله و ایشون شد وزیر معتمد و در سال 263 هم، بله میگن 263 هم مرد. خب قیل خواه، بله در اثر چی؟ صدمه، بازی نیکرد، چونگان بازی میگن، چی میگن؟ سولجانه، یه بازی در مکاسب هم اشاره شده است. در این بازی ظاهرن چوب عوض، چوبی که خادم کار بود به اون توپ بزنه به ایشون زد. بله و از صبح تا غروب ظاهرن بیهوش بود و بعدم مرد. اجازه بدید. خب به اصطلاح ثقیل را بردن زندان، باز جویی میکردن، تو یه روز دو روز که نبوده این باز جویی ها و بگیر به بندها، بله ادامه داشته، پروندهش مختومه نبود، باز بود. کی قضیه ول شد؟ با مرگ بله عبید الله ابن یحیی فجعتا. صبح طورش نبود، غروب گفتن که بالاخره به درک واصل شده. یکی دیگه هم خروج صاحب زن بالبصره. اگه یک نکته من عرض کنم، پسری دارد همین عبید الله، ازش تعبیر شده است انصب خلق الله و حاکم قومم بود، مسئول چی میگن دارایی، به اصطلاح امروز چی میگن جمع‌آوری اموالیت. یه انسان عجیبی بود، انصب خلق الله. حال دارید مطالعه کنید بحار الانوار جلد 50 325 و 329 بعضی حرفاش اونجا آمده است، ببینید. علاین این جریان گزارش جعفر منجر به بله دستگیری ثقیل شد و پروندش رفت زیر دست کی؟ ابن ابل شوارب، یعنی حسن ابن ابی شوارب. و همینجور این پرونده ادامه داشت تا حکومت گرفتار یک مصیبتی شد، مرگ وزیرش. یکی دیگه خروج صاحب زنگ بالبصره، قیامی که در بصره شد علیه عباسی. فشغلوا بذلك عن الجاریه، یک امر مهمتری را اینها گرفتارش شدن، دیگه پرونده را شد رتبه دوم و سوم. شغل و فخرجت عن ایدیهم، بله اونم آزاد شد. خب این جریانه که جریان ابوالادیان با این توضیحات که ابوالادیانی که خادم امام بود، امام سه علامت برش معین کرد و هر سه علامت براش بله محقق شد و امام را دید و قصه امام را، رؤیت امام را، نماز امام را، همه را ایشون بازگو میکنه. چقدر وقت داریم؟ در اینجا قبل از اینکه من وارد محور دوم بشم یه نکته را عرض کنم ضرورت دارد، راجع به جعفر. جعفر در کتب رجالی
البته کمتر ازش یاد شده، اونجا هم که یاد میکنن میگن جعفر ابن علی الهادی. این شخص مذمومه، روایاتی در مذمتش زیاد داریم، چه از ائمه قبل، روایت آقا، روایت آقا امام زین العابدین علیه السلام، تا روایات امام هادی، تا روایات امام حسن عسکری، تا روایات و نامه ها و توقیعات خود وجود مقدس حضرت مهدی، تمام حکایت از ذمش میکنه. فقط ما یک توقیع داریم که امام میفرماید اما عمی، بله، جعفر فسبیله سبیل اخوت یوسف. از این ما چی میخواییم استفاده کنیم؟ که بالاخره مثلا راجع به برادر حضرت یوسف کسی دیگه بدگویی نمی کنه، حرفشونو نمی زنن، چون ظاهرن آیه شریف هم هست دیگه، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، چی فرمود؟ سوف استغفر لكم. راجع به جعفر ما یه همچین فرمایش از امام در توقیع داریم که سبیله سبیل اخوتی موسی، اما نمیدونم، اما در مقابل ما روایات متعددی داریم. یک نکته را من قبل از پایان درس عرض کنم، شما تفصیلاتش حتما امروز مراجعه کنید برای جلسه فردا اگه زنده بودیم. قاموس توستری در دو جا ازشون نام میبره و ترجمهشون میاره، جلد 2 646 و جلد 12 114، 12 صفحه 114 یه مطلبی را راجع به ایشون نقل میکنم. ببینید بعد از اینکه جلد 12 تمام میشه، آقای ششتری توجه کنید، رساله فی تواریخ النبی والآل، این دیگه جزء کد قاموس نیست، یه رساله است در ارتباط با تاریخ پیامبر اکرم، تاریخ ائمه، موالید ائمه، فرزندان ائمه، همسران ائمه، اینا همه را بحث میکنه، ممدوحینشون، مذمومینشون، خب تا میرسد به فرزندان امام هادی. صفحه چند من عرض کردم؟ فرزندان امام هادی که میرسه یه بحثی را دارد. می فرماید که جعفر الکذاب، روایتی را از کافی نقل می کنید که در کافی ظاهرن نیست، روایت در کمال الدینه که چی؟ فاطمه بنت ابن سیابه، فاطمه نامی در خانه امام هادی بود وقت ولادت جعفر. جعفر که دنیا آمد، ایشون مثلا برای کمک آمده بود به عنوان قابله، ایشون میگه رأت سرور اهل دار به، وقتی که جعفر متولد شد همه ای که تو خانه بودن خوشحال شدن، ولم تر الهادی مسرورا، اما امام هادی را شاد ندیدن، و قال لها یهون علیک امره، یهون علیک امره فانه سیظل خلقا کثیرا، عده زیادی را گمراه خواهد کرد. خب
باز در ارتباط با علت لقب دادن امام صادق به صادق، روایت مفصلی است از امام کاظم، از امام زین العابدین: ان الخامس من ولده يدعي الامامه اجتراء على الله. خامس من ولده، من ولده کی؟ امام صادق. اجتراء على الله وكذبا فهو عند الله جعفر الكذاب. خدا او را جعفر کذاب، المفتری علی الله، بر خدا افترا میبنده، میگه من. بعد امام بکا، امام سجاد گریه کردن، قال کانی به جعفر الكذاب وقد حمل طاغیت زمانه علی تفتیش ولی امر الله. امروز خانده امام زین العابدین فرمودن که گویا میبینم این جعفر کذاب حکومت را تحریک میکنه که چیکار کنن؟ به خانه امام حمله کنن. حمل طاغیت زمانی علی تفتیش امر ولی الله، برن تحقیق کنن، تفتیش کنن. والمغیب فی حفظ الله، تفتیش کنن به کسی که خدا او را غایب و حفظش کرده است. و توکیل به حرم ابیه جهلا منه به ولادته، از ولادت آقا خبر نداره. حرصا علی قتله، حریص از جعفر که امام را اگر باشد بکشد. و ان ظفر به طمعا فی میراث ابیه حتی یأخذ به غیر حقه. این روایت را هم ببینید در کتاب احتجاج.